سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم که جور و صحتمند باشید. بازم شما را خوش آمدید میگم با یک ویدیو جدید. قسمی که شما میبینین امروز بولونی آماده کردیم که بسیار خوشمزه و خوش رنگ است و قسمی که داخلش میبینین گندنه است، اما ای از گندنی افغانی نیست. اما با ویدیو برتان میگم که ما از کدام مواد آماده کردیم که مزهش عیناً همون مزه بولونی گندنه را میده. بیاین که با هم ببینیم که چگونه ای بولونی را آماده کردیم. در ابتدا اول خمیرش را آماده میکنیم، چون که خمیر به استراحت ضرورت داره که چند قبانی میشه که اما دم خود بگیره. خب ما در خمیر فقط یک قاشق نمک اضافه کردم و یک کمی روغن و با آب کمی گرمتر. مواد را همیشه با هم خوب میکس میکنیم و که یک جای بتانیم که خمیر آماده کنیم. من خمیر مایه اضافه نمی کنم، چون اگر خمیر مایه که اضافه کنم خمیر بولونی کمی دبلتر می آید، چون خمیر مایه خمیر می پندانه و نازک نمی آید. چون که بولونی گندنه است، می خواهیم که خمیرش نازک باشه و همتو سبز رنگ معلوم شود. خب خمیرش باید نرم باشه، سخت نباشه که به همور کردنش آسان تر شه. خب حالا خمیر ما آماده شد و سرش با پلاستیک رپ میپیچانیم و ایره میمانیم با مدتی فقط یک 15 یا 20 دقیقه که خمیر ما کمک استراحت کنه. حالا مواد بولونی را آماده میکنیم که این لیک است. با انگلیسی لیک میگه و نایفم که بعد دیگه لسانا چی میگه. و اینجا هم پالک است که یک کم پالک زرد داریم و همچنان یک دسته گشنیز تازه و مرچ تازه. این بسیار خوشمزه میشه، همو مزه بولونی را میته. اگر شما در جایی هستین که گندنه پیدا نمیشه، هیچ تشویش نکنین، اطمان در فروشگاه از این لیک پیدا میشه. به هر جایی که هستین اطمان من مطمئن هستم که پیدا میشه، در امریکا، اروپا، کانادا، استرالیا. اما گندنه افغانی در هر جای پیدا نمیشه. بعضی موقع آدم حواس بولونی میکنه، اما وقتی که گندنه نباشه آدم ناچار میباشه که پخته نکنه. اما شما تشویش نکنین، با این موادار شما میتونین که یک بولونی بسیار خوشمزه آماده کنین و هیچ وقت کمبود گندنه را حس نکنین. خب این لیک هست یک کمک دبلتر می باشه. برگاش را نازک نازک برش میکنیم و بعض داخل از این بعض وقتا بسیار گل و چیزا می باشه، میتونین که اول بشوین بعدا ریزه کنین، یا بعد از اینکه ریزه کردین بشوین شه، چون بعض وقت بسیار گل می باشه در بینش. ما بولونی را بسیار دوست دارم، یکی از غذاهای مورد علاقه ایم است. البته بولونی گندنه را، بولونی کچالو اوقدر زیاد علاقه مندش نیستم، اما بولونی گندنه را بسیار زیاد دوست دارم. در شهر که ما زندگی می کنیم گندنه پیدا می شه، چون اینجا فروشگاه افغانی است، اما بعضی وقتا پیدا نمی شه. اما وقتی که من عوض کنم مجبور می شم که همراه ازی آماده کنم و زیاد راضیام هستم، خوشم آمده، اصلا هیچ تفاوت من نمی بینم. اما یک چیز دیگر را برتون بگویم، اما به بولونی بسیار مزدار می آید، همه آشک از این آماده نکنین، چون من یک بار آشک آماده کردم، آشکش اوقدر خوشم نامد، چون که یک قسم مزه شیرینی دار، شیرین چک شد، چون آشک آدم با آب جوش می ته، با او خاطر اوقدر مزدار نامد. نایفم شما را مزه میده نمیده، اما مرا مزه نداد، اما با بولونی فوق العاده میه. ما بعد از اینکه ریزه کدو میره میشویم، چون یک کمک تلخی داره با می آب، اما تلخیش هم از بین میره. باید چند باری شسته شوه که تا مو گله که در بینش است او هم پاک شوه. و بعد میره ما با چلو صاف میمانم. و چون که این کمک از گندنه کده سختتر می باشه، میره به دیگ به بسیار مدت کم تفت میده. فقط یک قاشق یا دو قاشق روغنم بالایش اضافه میکنم و این یک کمک تفت میدم که خود نرم کنه.
چون که اگر سخت در باشه شاید خمیر پاره کنه یا تو وقتی که آدم بخوره مزه خام بدان آدم نبیه. با او خاطر یک کمک تفت میتوم که بسیار خوبش میشه. و اینجا هم پالک ریزه کردیم و همچنان گشنیزم ریزه میکنیم میده و بعدا این مواد را کل شب با هم یک جای میکنیم. پالک و گشنیز تفت نتین و رمت خام بالاش اضافه کنین و یک قاشق نمک یا به مو قدر ضرورت خودتان پرتین هرچقدر که دوست دارین و همچنان مرچ تند هرچقدر که دوست دارین، مرچ تازه هم میتونین اضافه کنین. مواد را خوب میکس کنین که مرچ نمکش با امی سبزیجات خوب مخلوط شود. و بالای خمیر ما هم استراحت کرد، وقتش است که ما خمیر آماده کنیم برای بولونی. خمیر با زواله های خرد برش می کنیم. زواله هایش نظر به مو اندازه کرایی خودتان بگیرین که اگر کراییتون کلان است می تانین کلان کلان آماده کنین، اگر خرد است کوچک در بگیرین. من خوش دارم که بولانی را کلان کلان آماده کنم چون وقت کم می گیره که زودتر آماده می شه. اگر آدم خرد خرد آماده کنه وقت زیاده می گیره، خصوصا بر کسایی که تناستن مثل مواره. من خودم هم خمیر میگیرم، هم پر میکنم، هم پخته میکنم. کمک بر مشکل است. به خاطر خوش دارم که کلان کلان آماده کنم و که زودتر آماده شود. خمیر اگر نرم باشه آسان تر است که اوار شوه، بخاطر که نرم زود اوار میشه. و اگر شما با دست نمیتونین اوار کنین میتونین از ماشین هاش هم استفاده کنین. ما دوست دارم که خمیر بولانی خوب نازک باشه، خصوصا با بولانی گندنه که می خواهیم که وقتی که پختار شد اما گندنه ها زیر خمیر سبز سبز مالم شوه، نازک باشه بهتر است. با بولانی کچالو اگر کم دبلترم باشه فرق نمی کنه، اما ما با گندنه خوش دارم که نازک خوب شوه. عزیزایی که در افغانستان هستین، خوشا به حالتان که شما همیش گندنه هست و میتونین که با گندنه و سانه های خوشمزه آماده کنین مثل آشک بولانی. اما اینجا متاسفانه همیش پیدا نمیشه. بازم خدا رو شکر در منطقه که ما هستیم پیدا میشه. خدا خیر بده افغانای ما را کشت کردن و همی زحمت به خود گرفتن و میارن به همی فروشگاه افغانی میفروشن. کم قیمت هست، یک دستش با $10-$12 ما میتونیم اینجا بگیریم. فکر کنم در افغانستان شاید با $10 یک بوچی شبته دیگه. خب بازم از این که یک چیز کمیافت هست میارزه. در ویدیوهای قبلی ما بولانی از گندنه هم آماده کردم. اگر شما دوست دارین که طرز تهیه بولانی گندنه را بفهمین در ویدیو برین و را تماشا کنین. و همچنان عزیزایی که میخواین که آشک آماده کنین اما گندنه پیدا نمیتونن کرده، اونجا هم ما یک ویدیو دارم که چطور میتونین بدون گندنه یک آشک خوشمزه آماده کنین و نوش جان کنین.
اگر نمیخواین که بولانی هایتان وقت پختن باز شوه، میتونین با این نوک پنجه بولانی را خوب فشار بدین که به درستی محکم شوه و بولانی باز نشه. خب من بولانی ها را بروی زی تاوی که دارم آماده میکنم، پخته میکنم. بر روغن کم، بسیار زیاد نمیخوایم که روغنش زیاد باشه و روغنی بیایه. خوب عزیزای دل، من چندانی از بولانی را آماده کردم. ببینید که خوب نازک آمده. دیگه ایره میتونین امرای ماست، چکه یا چتنی، هر چیزی که خودتان دوست دارین نوش جان کنین. هم تو گرم گرم بسیار خوشمزه است. اتمن آماده کنین و با فامیلای عزیزتان نوش جان کنین. و فراموشتان نشه که چینل ما را هم سابسکرایب کنین و لایک کنین، کامنت های مقبول بگذارین و منتظر ویدیوهای بعدی ما هم باشین. دیگه دور از دل شما عزیزا خیلی خوشمزه اومده. دیگه تا ویدیوهای بعدی شما رو به خداوند پاک میسپارم. حالا یارم مددگار همتون، جایتان خالی دوستان.